با بهترین درودها بر شما همیهنان عزیز در همه جای جهان برگ دیگری از دفتر شامگاهی صفحه یک را می گوشه این با آخرین خبرها و نظرها برگرفته از روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا بسان همه شب نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین و مطالب برگزیده امشب باستاب اظهارات آیت الله علی خامنه در خصوص رد صلاحیت ها خاصه با این عبارت که گفته بودم کسانی که نظام را قبول ندارند رأی دهند نه اینکه تایید صلاحیت شوند اوجگیری جدال های انتخاباتی میان شاخک های نظارتی شورای نگهبان و همینطور خشم وزیر کشور از رد صلاحیت ها از سوی دیگر ظریف و اظهارات تازه دیپلماتیک در خصوص ضرورت بهبود روابط ایران و عربستان کماکان لغو کشور به کشور تحریم ها از سوی کشورهای قدرتمند جهان از جمله لغو تحریم ها از سوی ژاپن همزمان با شکست شدن تحریم نه بانک و بالاخره تهدید سرلشکر جعفری فرمانده سپاه پاسداران نسبت به معادله تغییرات منطقه‌ای در سوریه و عراق در آستانه صلح سوریه اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه یکم بهمن ماه ایرانی برابر با 21 یکم ماه ژانویه سال 2016 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا مروری کامل و مشروع بر خبرهای برگزیده با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت انتخابات اظهار نظر انتخاباتی علی خامنهای رهبری ایران و در مقابل چشم یاری داشتن از حسن روحانی عمده بیشتر مطالب روزنامه های امروز ایران بود ام از اناوین و سرمقاله ها و حتی بعضا گزارش ها. در حالی که آیت الله علی خامنه ای آب پاکی را در مقوله رد صلاحیت ها بر دست همه منتظران ریخت اما هنوز جمعی و جماعتی خوشان که شاید شورای نگهبان در واپسین روزهای بررسی نهایی و حق اعتراض ها بتواند تغییر و گشایشی ارائه کند فارغ از اینکه فرمان و فتوا از آستان بیت صادر شده و وگرنه اشخاصی مثل علی متحری ها این گونه درو نمی شدن در هر روی در صدر این روزنامه های خوشبین از کمپ اصلاح طلبان همان آفتاب یزد نشسته که به نقل از رئیس کمیته رایزنی شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان آقای صوفی خبر داد که مذاکره با شورای نگهبان هنوز شکست نخورده است بر اساس گزارش آفتاب یزد این مقام مسئول در کمپ اصلاح طلبان گفت که تقاضای صدور دستور تجدید نظر درباره رد صلاحیت ها را از طرف رهبری ایران داریم آفتاب یزد همچنین عنوان اصلی شماره امروز رو به گزارش اختصاص داد مبنی بر اینکه آیا حسن روحانی میتواند در مورد رد صلاحیت ها گره گشا باشد که به نقل از چند حقوقدان از جمله نعمت احمدی اظهار امیدواری کرد که چشم امید اصلاح طلبان به رئیس جمهور حقوقدان است که بیشتر نوعی مطالب آرایی از جنس روزنامه‌نگاری زرد است و گردنت تصمیم در محل دیگر اتخاذ شده و بعید به نظر میرسد حسن روحانی بتواند کاری کند در همین مضمون و زمینه حتی خبرهایی منتشر شده که علی خامنه‌ای در دیداری که حسن روحانی برای حل مشکل رد صلاحیت ها پیش ایشان رفته بود تشری زد و گفت که خود را از این عرصه ها به کناری بکشد و در امر قانون مداخله نکند بر اساس گزارش های منتشره در دیدار دیروز رئیس جمهوری ایران با رهبری رئیس جمهور خواستار مداخله رهبری و توصیه به شورای نگهبان برای تجدید نظر در بررسی رد صلاحیت های گسترده توسط هیات های نظارت شده است بر اساس این گزارش ها خامنه ای ضمن رد در حسن روحانی بر اجرای آنچه که قانون خوانده و توسط شورای نگهبان در حال اعمال است تاکید کرد همچنین ایشان به حسن روحانی توصیه کرد که در کار شورای نگهبان دخالت نکند تا مسیر قانونی انجام شود این در حالی است که شورای عالی اصلاح طلبان با هاشمی رفسنجانی برای متقاعد کردن وی به ملاقات با رهبری و توصیه به شورای نگهبان برای تجدید نظر در رفتارهای سلیقه‌ای و جناحی آن امروز دیدار داشتند در ادامه این گزارش اشاره شده بود که با اعلام نتایج رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان توسط شورای نگهبان ستاد اصلاح طلبان در تهران که ریاست آن را علی صوفی بر عهده داشته عملا تعطیل گردید و سایر احزاب اصلاح طلب نیز فعالیت انتخاباتی خود را به حالت تعلیق در همچنان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با بررسی مطبوعات ایران و در شماره امروز که عمدتا با مضمون و موضوعات انتخاباتی آراسته شدن و بدین روی از یک نواختی موضوع بنده پیش پیش از خواهیم میکنم روزنامه آفتابی یزد سرمقاله اصلی شماره امروز رو به شادی و ذوق ذاتی و سولگرایان اختصاص داد و با اشاره به اینکه خوشنودی اردوگاه اصولگرایان در این موقعیت امری طبیعی است باز به داستان تکراری شب و خواب اشاره کرد و نوشت آنان شب خوابیدند و صبح بیدار شدند و دیدند که 90 درصد توان حریف تاریخیشان تحلیل رفته است بسان تیم فوتبالی که وسط میدان رقابت در شرایط نابرابری قرار گرفته و پوست های کلیدیش خالی است نتیجه آنکه شرایط به شکلی در حال رقم خوردن است که مردم بایستی در انتخابات مجلس با فانوس به دنبال کاندیداهای اصلاح طلب بگردند آقای کریمی سرمقاله آفتاب یز را با این جمله به انتها میکشند که به نظر نمیرسد این شیوه ها هم تغییری در زائقه مردم ایجاد کنند البته اگر بشود توسط آن فانوس کاندیدای مصلح و اصلاح طلبی پیدا کرد عبارت شب خوابیدن و صبح بیدار شدن و همه چیز را وارونه یافتن به ماجراهای نخستین تقلب سازمان یافته انتخاباتی در ایران باز میگردد که مهدی کروبی نیز به آن اشاره کرد که پس از چند ساعت خواب و سپس بیدار شدن دیدیم همه رعی ها به سبد و صندوق احمدی نژاد ریخته شده بود ادامه میده هم با دیگر روزنامه ها روزنامه ابتکار روزنامه نزدیک به طیف تحول نیز در یادداشتی به عنوان رقابت اصولگرایانه که عنوانی نیشالود بوده از این جهت که اصولگرایان خودشان همگی تایید شدند و خودشان بدون رقیب راه یافتگان به مجلس خواهند بود نوشت که طبق آمارها اصولگرایان بیشترین تایید صلاحیت را به خود اختصاص دادند از منظر فراهانی ستون نویس روزنامه ابتکار این در حالی است که در ماهای منتهی به آغاز ماراتون انتخابات اصولگرایان با تجربه شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به دنبال رسیدن به وحدت و اعتلاف حد اکثری بودند. این اتفاق هنوز هم آنچنان که باید به وقوع نپیوسته و حال با توجه به کم بودن کاندیده های اصلاح طلب باقی مانده در عرصه رقابت انتخاباتی این سوال در ذهن شکل می که در قیاب رقیب ساز و کار و برای وحدت چگونه خواهد بود؟ آیا همچنان اعتلاف حد اکثری هدف قایی این طیف سیاسی است که اشاره داشت به عدم انسجام و وحدت در لایه های و علو همه کمک های بیبدیلی بی بدیلی که ارکان کلی نظام در حق آنان روا می دارد. در ادامه بررسی روزنامه های امروز نگاهی خواهم داشت به کیهان حسین شریعت مداری که روالن و اصولا کمی متفاوتتر از سایر روزنامه ها به جنجال های خاص میپردازد کیهانه کیهان شریعت مداری حتی یک هفته پس از توافق هسته و برجام همچنان بر آمریکا ستیزی اصرار دارد و در این راه انتخابات و نامزدها را نیز به این موضوع گره زده بود و جالب آنکه که اصلاح طلبان را نیز فریفتگان این راه خواند که در پی بهره برداری سیاسی هستند و بزک کردن آمریکا البته کیهان در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به یکی, یکی دیگر از مهم برهای سخنان آقای خامنه ای که گفته بود میخواهند با برجام استکبار را بزک کنند تلاش کرد مصادیق عینی این سخن را نیز به نیروهای موسوم به تحول خواهان پیوند بزند ارتباط دهد ستونویس کیهان در این یادداشت نوشته که بدون شک یک جریان تابلودار داخلی از ماجرای رفع بخشی از تحریم ها برای بزک آمریکا و ترویج تفکر رابطه با آن کشور سوی استفاده خواهد کرد برجام با تمام مختصات قابل بحثش به سرانجام رسیده و دیگر بحانه ای برای تماس و رابطه دیپلماتیک با مقام های آمریکایی وجود ندارد نویسنده یه سرمقاله کیهان مدعی شده که آمریکایی به شدت به دنبال آن هستند که پای خود را لای این در گذاشته و مانع بسته شدن آن شوند چرا که به زم کیهانی ها برای آنها منافع زیادی به دنبال دارد اولین دستاورد زنده نگاه داشتن این کانال به زعمه کیهان قوب زدایی از رابطه با آمریکا است کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستی در عرصه خبرها و نظرها عربستان و اظهار موضع گاه و بیگاه مقامات دو طرف حول روابط دو کشور همچنان بر صدر رسانه ها و صفحات روزنامه ها جای میگیرد. در تازه ترین اظهار موضع از سوی ظریف اعلام شد که پیشتر از ایشان خواسته بودند که روابط را قطع کند اما ایشان نپذیرفت ظریف وزیر خارجه ایران که دیروز چهارشنبه سیوم دی در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داوس سوئیس سخن گفت اشاره کرد که ایران خواستار تقابل با عربستان سعودی نیست و نیازی نیست که عربستان به خاطر افزایش اخیر تنش ها با ایران به وحشت بیفتد ظریف تاکید کرد که عربستان باید بداند که تقابل جویی به نفع هیچ کس نیست وزیر خارجه ایران در سخنان خود در سوئیس افزود که پیش از این و در پی انتشار خبر تعرض به دو نوجوان ایرانی در عربستان از او خواسته شد تا روابط ایران با عربستان را قطع کند ولی او این درخواست را رد کرد ظریف سپس مقامات عربستان را مستقیما خطاب قرار داد و در مورد تنش‌های بین دو کشور گفت دوستان دلیلی ندارد به وحشت بیافتید و افزود که ایران آماده ی همکاری با شماست ایران نمیخواهد کسی را در این منطقه به انزوا بکشاند که گویا اشاره داشت به توافق هسته ای که مسئولین جمهوری اسلامی معتقدند که این توافق موجب حسادت و حساسیت برخی از کشورهای منطقه ای شد و اما در همین زمینه و مضمون روزنامه هم کماکان بر ضرورت اتخاذ راهکارهایی برای مهار بحران میان ایران و عربستان میکوشند و مینویسند حل بحرانهای منطقی و خاص مهار تنشهای ایران و عربستان از جمله خواستهایی است که مدام از کمپ اصلاح طلبان به بدنه نظام ارائه و ارسال و تأکید می شود در این میان روزنامه آرمان که عمدتا به طیفی از مردان عملگرا و کارگزار نزدیک به هاشمی رفسنجانی مرتبط است در یادداشتی به قلم الهه کولایی از اساتید اصلاح طلب دانشگاه در حوزه سیاست بین الملل خواهان بکارگیری از مدل برجامی برای رفع تنشهای های پیش آمده ی دو کشور کلیدی منطقه یعنی ایران و عربستان شد مدلی که این روزها بسیاری از روزنامه های دولتی به آن اشاره می کنند که دیشب در برنامه روزنامه ایران نیز اشاره کرده بودند الهی کولایی از جمله در سر مقاله روزنامه آرمان نوشت که ایران و عربستان دو کشور مهم و تاثیرگذار در میان کشورهای اسلامی هستند که در قدرت بخشیدن به سازمان همکاری های اسلامی و تقویت کشورهای اسلامی نقش و تأثیر ویژه ای دارند. آنچه در سالهای اخیر در روابط دو کشور به وجود آمده و به طبع آن در سالهای گذشته وجود داشت با منافع این مجموع از کشورها به هیچ وجه همخانی ندارد به عقیده ی این استاد دانشگاه برای جمهوری اسلامی ایران که توانست سیاست و دیپلماسی اعتماد سازی را رو در روابط بین خود به مرحله اجرا برساند کار دشواری نیست که این اعتماد سازی را در سطح منطقه گسترش دهد که شاه کلید کلامی است که این روزها بسیاری از نیروهای اصلاح طلب در روزنامه‌های تحول‌خواه به آن اشاره می‌کنند و اما روزنامه شرق سر مقاله اصلی شماره امروز رو به دور از مصادیق مقرون به واقعه تاریخی به عربستان ستیزی اختصاص داد و علا رقم مشه میان روی این روزنامه که انتظار می رود از این دست روزنامه ها که با ملاحظه بیشتر منافع ملی ایران و آداب حسن همجواری در واقع با صدر و تعمل مطالب در حوزه دیپلماسی منطقه ای را منتشر کنند در یادداشتی با عنوان برجام و مرد بیمار خاور میانه به گونه ای یادداشت نوشت که نخست گمان بردم حتی وطن امروز و کیهان نوشته باشند در هر روی شخصی با نام علایدین وحید قروی که از وی با نام مدرس دانشکده روابط بین الملل نیز یاد شد با قیاس وضعیت عربستان کنونی با امپراتوری عثمانی در هنگام زوال با لحن و ادبیاتی کاهنده تسخیرگرا و تمسخرگرایانه یعنی نوشته بود که زمانی که امپراتوری عثمانی دوره زوال خود را می‌گذراند و دیگر قدرت‌های اروپایی منتظر سقوط قولی بودند که پیش از آن بخش عظیمی از اروپای شرقی را تسخیر کرده و در پی رؤیای تسلط بر اروپای غربی بود به نقل از نیکلای اول تزار روسیه حکومت در حال زوال عثمانی را مرد بیمار اروپا نامید تا این اصطلاح در تاریخ روابط بین الملل ماندگار شود نگارنده با توجه به وضعیت کنونی دولت رانتی عربستان سعودی یعنی نویسنده روزنامه شرق خود را نگارنده نامید و از آن به عنوان دولت رانتی عربستان سعودی یعنی اجاره ای ادبیات کیهان این حکومت را مرد بیمار خاور میانه خواند ادبیاتی بسیار تنش و برخلاف آداب بین الملل آن هم از سوی روزنامه‌ای به نام شرق که اصلا غیر قابل انتظار بود ستون نویس شرق در پایان این نوشتار به طور خواسته و یا ناخواسته خودش اعتراف میکنند که عواملی همچون مداخله منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران عامل تشدید وضعیت کنونی در عرصه رقابت های منطقه است از جمله اشاره کرد که از نظر سعودی ها جمهوری اسلامی ایران توانسته معادلات قدرت در خاور میانه را و به سود خود به هم بزند تشکیل حکومت شیعه در عراق پس از صدام به حمایت قاطع و مؤثر ایران از دولت علوی سوریه به زعم نویسنده روزنامه شرق حکام آل سعود رو به شدت نگران و دلواپس کرد که البته تشکیل هلال شیعی شیعیان ایران رو هم نگران می کنند. برنامه رو پی میگیرم با سایر مطالب همان گونه که در بخش های مختلف هم شنیدید مباحث انتخاباتی و بازار رد صلاحیت ها همچنان داغ است تا جایی که وزیر کشور کابینی روحانی میتوان گفت عملا دست تسلیم بالا برد و با زبان بیزبانی اعلام کرد که ما هر کاری لازم بود کردیم وزیر کشور ایران با اشاره به اینکه در موضوع رد صلاحیت ها 20 ملاقات طی روزهای اخیر داشته است اعلام کرد که روز سهشنبه شخصا به ملاقات رهبر رفته و ضمن ارائه گزارش با او مشورت کرد از جزئیات گفتگو یا توافق هیچ اشاره ای نکرد که بعید است با, با رهبری به تمام به توافق در این راستا رسید عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز چهارشنبه دیروز در همایش استانداران و فرمانداران در بحث تایید سلاحیت اعلام کرد که ما گزارش های لازم رو به شورای نگهبان و دفتر رهبری داده ایم تا حق کسی ضایع نشود یعنی بیش از این کاری از دستمان بر نمی آید رحمانی فضلی در ادامه با تاکید بر اینکه دوازده هزار نفری که در انتخابات ثبت نام اند از نخبگان کشور محسوب می شوند گفت ما تلاشمان را در وزارت کشور ادامه داده و رایزنی و مذاکرات را نیز پیش می بریم رئیس جمهور هم گفتند که پیگیری های لازم را انجام می دهند که عمل نوعی عقب نشینی تسلیم تمکین در برابر خاسته مقام رهبری ایران است در این میان روزنامه های تهران نیز با تصاویر و تعابیری خاص به موضوع میپرداختند از جمله اعتماد احمد جنتی را به سان میرقذب نشان میدهد که کنار وزیر کشور معترض کابینه روحانی نشسته و اوضاع را رسد می هرچند که آن نشست به دیدار دستان در انتخابات ایران برمیگردد که دیروز گویا با رهبری ایران صورت گرفت و در این دیدار طبقه معمول شورای نگهبانی ها و تیم رد صلاحیت کنندگان فلعی با مهر و تفقد آقای خامنه ای مواجه شدند و به طور غیر مستقیم و چه بسا روشن مستقیم دست مریزاد شنیدند از حجم عظیمی رد صلاحیت کننده ها همان گونه که میبینید رحمانی فضلی وزیر کشور عملا اعلام تسلیم به افکار عمومی کرد داستان تکرار سالیان دور و دراز عمر جمهوری اسلامی خاصه در دو دهه اخیر که همه ناهمسویان از زیر تیغ نقد استسوابیون گذر میکنند و سر میبازند رد می شوند به تعبیر اما در جبهه دیگر بودن روزنامه هایی که هنوز نیم امیدی به تغییرها و تحولاتی دارند و گویی یا بدین روی باشد که در تیتر و عناوین روزنامه خود تند روی هم نکردند و با مشی مدارا به مسابه یک تکنیک کارآمد به گونه عمل می کنند که بتوانند شاید تعدادی از همندیشان را راهی مجلس و یا به تعبیر خودشان خانه ملت کنند از جمله روزنامه ابتکار گزارش اصلی را به دیدار دستان در کاران انتخاباتی خاص جنتی و فضلی وزیر کشور اختصاص داد و از گرایش مثبت جنتی خبر داد که گویا جنتی گفته بود حالا رایزنی میکنیم همین مقدار براشون جنبه مثبت داشت برق میزنیم و ادامه میدهیم با سایر موضوعات و مطالب برگزیده از روزنامه های مختلف در گروه اقتصادی برخی از روزنامه ها از جمله در صفحه یک شرق گزارشی میخواندم که داستان تکراری در ایران است در واقع جلوگیری از پرواز هواپیما به دلیل بدهی میلیاردی ماجرا چنین بود که دیروز مدیر فرودگاه اصفهان از پرواز شماره 469 شرکت هواپیمای زاگروس به دلیل بدهی جلوگیری کرد قرار بود با این پرواز 162 مسافر به سمت اصل پرواز کنند بر اساس گزارش که روزنامه های مختلف از جمله شرق اشاره کرده بودند هوشنگ صدیق مدیر عامل شرکت زاگروس روایت کرد که هواپیمای بوینگ ام دی، این شرکت قرار بود در قالب یک پکیج از تهران به اصلویه و سپس به شیراز و در آخر باز به تهران پرواز کند که مسافران پرواز اصفهان اصلویه آن هواپیما پس از معطلی حدود چهار ساعته از ساعت یازده تا سه بعد از ظهر به خانه برگشتند صدیق از تلاش های خود برای انجام پرواز میگوید ما به هر جایی که میتوانستیم زنگ زدیم اما هیچ جواب قانع کننده ای نگرفتیم که بسیار جای شگفتی است که کشوری که چنین از چنین اوضاع مدیریتی و مالی و صنایع هواپیمایی در مزیقه است و عربستان را بیمار خاورمیانه میخواند و و اشاره میکند به امپراتوری عثمانی رو به زوال و خود رنج میبرد از این همه نامدیریت ها چگونه خود را مدعی ولایت اهدی جهان اسلام میخواند و مدام بر کشورهای منطقه میتازد و آنها را کوچک و دست نشانده میخواند جالب آنجا که در حالی که قطر ایرویز و امارات فلای در رده نخستین شرکت های هواپیمایی جهان هستند و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان رسید ضمن دعوت همیشگی از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر که با تازه ترین خبرها از چارگوشه جهان خدمت شما ارائه خواهد شد بلا فاصله پس از صفحه یک این جانب از محضر یکایی که شما خوبان خداحافظی حافظی کنم تا درودی دوباره و شمگاهی دگر بار در ایران فردا بامداد روشن آسمان سپید Pedro.